اول از کانونتون بگین این فناگاه حیات وفا چجوری قضیه هدفش چیه؟ کلا ماره مرکز فناگاه نگهداری از حیوانات آسیب منده دیگه، اولین مرکز فناگاه آسیب مند توی ایرانه. اینجا هم اصلا بچه های داوطلب اصلا کمک میکنن تو کارا، نیروی درمانی داریم، یه سری بچه های ثابت داریم اینجا، ولی با هزار تا مشکل، نبود آب، نداشتن برق، اینا مشکلات اینجاست، ولی داریم باش میسازیم. کمکی هم کردم ارگانم به تو محیط زیست چرخداری ها کمک همه شرط حرفه، کمک ما نهیدیم تا حالا، همه در حد حرفه که بخوام کمک کنم. گفتن دارم اون معلم گردید همش که گرگشینا رو درست میکنن. همینجوری که میدید مرکز تقریبا 15 کیلومتری شهرستان کرج واقع شده توی شهر جدید هشتگه. اینا یه سری از دوستداران حیوانات هستن که سگای آسیب دیده، سگایی که حالا توی شهر رها شدن و میارن اینجا حالا مداوا میکنن. بعد واگذاری سگاتون به مردم وجود داره؟ یعنی کسی خواسته؟ بله، واگذاری با یه شرایط خاصی واگذاری هم داریم ما، ولی باید بازدید بشه مکانشون، بازدیدهای فروده داریم، واکسیناسیونشون خودمون انجام میدیم. اینجا همه سگا واکسینه شدن، عقیم شدن، انگل بدایی شدن. بعد خزینه این مرکز الان از کجا دارین تامین میکنین؟ تمام کمک‌های مردمیه. روی سایت گذاشتین؟ جانم؟ روی سایت گذاشتین مردم؟ روی سایت هستش، حالا یه سری اینجا هستن میان به صورت هفتگی میشناسن اینجا رو، حالا بازارچه های خیلیه ای شاید انجام بشه، ولی همش کمک های مردمی، یعنی یه جای خاصی یه سازمان حمایت دولتی اصلا حمایت نداریم. حالا ما اینجا از سگ نابینا داریم که اینه، اون سفیده که اونجا خوابیده نابینا دستش قطعه. اینجا آموزش هم میدین به سگا؟ آموزش هم بله، یه سری سگا که مثلا میاد اینجا، یه مجتمعی هستش که در رابطه آموزش سگ کار میکنه، میان حالا یه سری سگا رو انتخاب میکنن، آموزش های خاص مثل موادیابی، مثل مواد آتشزا، زنده یاب، اینا رو آموزش میدن. حالا اونم یا به بچهای خودمون دوره میدن که یه سری بچه‌مون اینجا هستن فقط فعال دارن کار میکنن و سگایی که هستن فقط آموزش خودشون دارن. تمام بچه‌ای هم که اینجا کار میکنه عامل منفع هست دیگه؟ بله بله، همه داوطلبای عامل منفع هست، دوستدارای محیط زیست حیوانات. کارتون جای تحسین داره به هر حال. محبت جا بیفته این کشور مثال. ما دوست داریم که جا بیفته. الان عراق یه مرکز عقیم سازی به همت شهرداری مدیریت پسماند داشته که کرده، خیلی کار خوبیه. قبلا همونجا یه اتاق گاز بود که سگار میبودن اونجا، تو اون اتاق با گاز میکشتنشون. همون منطقه که اتاق گاز بود و یه سری حامی رفتن دنبالش و الان همون منطقه رو بهشون دادن، فنس کشی کردن، گونه سازی کردن، اونجا سگا عقیم سازی میشن، پلاک گذاری میشن و بعد از یه مدت رها سازی میشن که به شهرداری هم قولی که داده سگایی که پلاک خوردن اینا باشون پای نداشته باشه، به مردم اطلاع رسانی شده. بعد این جا بیفته دیگه، تمام شهر رو باید یه همچین مرکزی رو داشته باشن، بتونن این کارو انجام بدن و حمایت بشن. بیشترین چیز حمایت انسان. همینجور که میدین تعداد زیادی متاسفانه سگن که بدون هیچ امکاناتی اینجا فقط نگهداری میشه. مرسی.